همکارم آرام بلندپز از شهر کن همراه ماست. آرام، بیشتر توضیح بده به ما در مورد این فیلم و کنفرانس خبری که برگزار کرده. به نظر میرسه خیلی هم داره باد میاد اونجا. دقیقاً اینجا هوا آفتابی بود. به محض اینکه قرار شد ما بیایم برای پخش زنده، یک دفعه همه چی طوفانی شد. اما از داستان فیلم اول اگه بخوام بگم، داستان فیلم به نوعی برگرفته و تأثیر گرفته از شخصیت خود کارگردان ناداو لپید هستش، چرا که در طول فیلم دو شخصیت اصلی فیلم، یکیش کارگردانی هستش که برای ساخت فیلمش به وسط صحرایی در اسرائیل میره که در این سفر با شخصیت دوم فیلم، کسی که مادرش رو از دست داده، آشنا میشه. در طول فیلم ما شاهد گفتگوی دو شخصیتی هستیم که هر دو سوگوار هستن، یکی برای مرگ مادرش و دیگری برای مرگ آزادی بیان در سرزمینش. امروز نشست خبری که برگزار شد، خبرنگاران خیلی سوال کردن از نقطه نظر و دیدگاه ناداو لپید در مورد سیاست‌های دولت جدید اسرائیل، که علارغم پیام روشن سیاسی فیلم لپید، از پاسخ گفتن به خبرنگاران همه جوره تفره رفتش. خب آرام، امروز چه فیلم‌های دیگه قراره در جشنواره به نمایش در بیاد؟ امروز دوتا کارگردان انگلیسی فیلماشون به نمایش در میاد. اندرو آرنولد، کسی که عضوی از هیئت جوری هستش، با فیلم گاو در بخش کن پریمیر فیلمش به نمایش در میاد. کن پریمیر امسال نخستین بار هستش که به بخش‌های فستیوال کن اضافه شده، یک بخش غیر رقابتی هستش. کارگردان دیگه انگلیسی جوان هاک هستش که با فیلم سووینیر قسمت دوم در بخش دو هفته کارگردانان فیلمش به نمایش در میاد. این فیلم قسمت دوم فیلم سووینیری هستش که سال 2019 در جشنواره و فستیوال ساندنس به نمایش در اومد. اما در بخش رقابت اصلی اگه بخوام براتون توضیح بدم، امروز شاهد دو تا فرش قرمز هستیم. اول فرش قرمز فیلم لینگو، ساخته کارگردانی از کشور چاد به نام محمد صالح هارون، و بعدتر شاهد فیلم نروژی هستیم به نام The Worst Person in the World، ساخته کارگردان یاخیم تریه. ممنونم از توضیحاتت آرام. با وجود که خیلی باد و طوفان هست اونجا، ولی مطمئنم که به شدت داری از گزارش جشنواره کن لذت میبری، چون واقعا جشنواره هیجان انگیزیه. آرام بلندپز همکارم بود از شهر کن.